بینندگان برنامه 30 دقیقه، سلام های گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. بسیار خوشحالم که باز هم با برنامه دیگه در خدمتتون هستم. ممنون از همراهی شما با ما. همچنان که در هر برنامه خدمتتون عرض میکنم، از طریق شماره تلفن پیامگیر تلویزیون کانال جدید میتونید نظرات و پیشنهادات و مهمتر از همه انتقادات خودتون رو از طریق پیامگیر در رابطه با برنامه 30 دقیقه به اطلاع ما برسونید. در برنامه امروز همراه خواهیم شد با اصغر کریمی، چهره‌ای که شما در تلویزیون کانال جدید به خوبی با ایشون آشنا هستید، رئیس هیئت دبیران حزب کمونیست کارگری ایران. اصغر کریمی، به برنامه ما خوش اومدید. خیلی متشکرم از شما و سلام دارم به همه بینندگان عزیز. متشکرم از شرکتتون در این برنامه. موضوع صحبت ما در رابطه با چگونگی پیوستن به حزب کمونیست کارگری ایران هست و اهمیت اون. سوالم اینه که اصغر کریمی، چرا باید به حزب کمونیست کارگری ایران پیوست؟ شما در همه برنامه ها میگید به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید، این حزب رو انتخاب کنید. سوال من اینه که چه اهمیتی داره پیوستن به حزب کمونیست کارگری ایران برای مبارزات مردم، برای پیش بردن انقلاب، برای متحد شدن؟ چرا این حزب ظرف مناسبیه برای پیوستن و متحد شدن؟ طبعا مردم از فقر دارن رنج میبرن، از بیحقوقی دارن رنج میبرن، از نابرابری، از ظلم و ستمی که میشه، از شکنجه و اعدامی که میشه، از تحقیری که میشن و این زندگی رو نمیخوان مردم و کم نیستن. اکثریت عظیم جامعه این وضع رو قبول ندارن، خودشون رو شایسته همچین جهنمی در واقع نمیدونن، فکر میکنن دارن زحمت میکشن، کار میکنن و حقشون رو یه زندگی انسانی داشته باشن. ولی علارغم اینکه اینا ده ها میلیون نفر هستن، خود به خود به آرمانا و آرزوهاشون نمیرسن، خود به خود عدالت ایجاد نمیشه. یه ده دشمن دارن مردم، یعنی همونی که دارن حکومت میکنن، طبقه مفخور حاکم که جلوی آزادی مردم میگیره، جلوی تغییر شرایط میگیره، جلوی بهبود وضع مردم میگیره، سرکوب میکنه و تحمیق میکنه، انواع کارا رو میکنه واسه اینکه این وضع حفظ بشه، چون بالاخره اون اقلیت همین وضع رو میخواد. خب این نیروی وسیع چجور باید متحد بشه، یک پارچه بشه، تبدیل به یک قدرتی بشه که موانع رو از سر کار، از سر راه برداره و به خوشبختی و آزادی برسه؟ قطعا احتیاج به یه نیروی رهبری کننده ای دارن این مردم که متحدشون کنه، جلوی مسیرهای انحرافی که تو جلوی مردم قرار میدن رو بگیره، افشا کنه، به مردم جهت بده، استراتژی و تاکتیک و روشهای مبارزاتی واحدی رو جلوی مردم بذاره، تو مبارزاتی که هر روز دارن سعی کنه مسیر درستی و پیش پاشون بذاره، شعارهای مناسب و درستی و پیش پاشون بذاره، جلو شعارهای انحرافی رو بگیره، اعتماد به نفس به مردم بده، آگاهی به مردم بده، روشنی به مردم بده. و خب طبعا به این دلیل وجود یه همچین حزبی، حزب کمونیست کارگری، در نتیجه برای مردم شدیداً حیاتی است. و احزاب مختلفی، احزاب سیاسی مختلفی وجود دارن تو اپوزیسیون، تو مخالفین رژیم هم احزاب مختلف، شخصیت‌های مختلف، تفکرات مختلف وجود داره که بعضیش از جمله با خود جمهوری اسلامی زیاد فرقی نداره، بعضیش میخوان جمهوری اسلامی بره ولی در این حال یه نظام دیگه مبتنی بر استثمار، تبعیض، نابرابری، سرکوب رو کار بیارن. و حزب کمونیست کارگری متفاوته با احزاب دیگه. حزب کمونیست کارگری میخواد مردم، این اقلیت مفتخور، همه چیز زندگی دست اونا نباشه، همه مردم برابر باشن، همه مردم در رفاه باشن، همه مردم خوشبخت باشن، آزادی باشه، رفاه باشه، عدالت باشه، تحقیر و محرومیت و بیحقوقی و تبعیض نباشه. و خب با این حساب طبیعیه که این حزب، حزب اکثریت عظیم مردمه، حزب همه کارگراست، شاغل یا بیکار، همسر خانه‌دار کارگر یا کارگری که در کارخونه کار میکنه، بازنشسته یا غیر بازنشسته، حزب معلماست، حزب کارمندای محروم و زحمتکشه، حزب پرستاراست، حزب اکثر عظیم جووناست، حزب رفاهی برای رفاهی برای کودکان، حزبی برای سکولارا، حزبی برای کسانی که برابری زن و مرد رو میخوان. به این معنا حزب اکثریت عظیم مردم هست
و در نتیجه طبیعیه که مردم اگه میخوان رفاه داشته باشن، خوشبختی داشته باشن، از این وضع نجات پیدا کنن، خب باید این حزب رو انتخاب کنن، هرچی قوی تر باشه، هرچی قدرتمندتر باشه، که بتونه هم امروز تو مبارزاتشون نقش مهمی ایفا بکنه، متحدشون بکنه و مبارزاتشون رو مؤثرتر بتونن جلو ببرن، و هم برای رهبری کل انقلاب، برای تشکیل حکومت بعدی که حکومتی باشه که دیگه مردم برای همیشه از شر این بدبختی و نابرابری رها بشن. به دلیل همه اینا خب مردم به این حزب احتیاج دارن و باید بهش بپیوندن، و فراخوان ما دقیقا به همین دلیل، به خاطر نجات مردم، رفاه مردم، رهایی مردم، آزادی مردم، خوشبختی مردم، ما فکر میکنیم مردم همه این اکثریت از این باید فکر کنن این حزب، حزب خودشونه، مال خودشونه، و بهش بپیوندن به هر شکلی که میتونن تقویتش کنن و بشه یه نیروی اونقدر مؤثر که هیچ نیروی سرکوبی نتونه وقت در مقابل مردم وایسه. این حزب رو به درجاتی که انتخاب کنن مردم متحد و یک پارچه و قدرتمند میشن، شکافهای درونی مردم از بین میره، اعتماد به نفس پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، متشکل میشن و میتونن این حکومت رو عوض بکنن و یه زندگی که واقعا میخوان رو کار بیارن. برای پیوستن به حزب شرایط خاصی باید داشت؟ مثلا تعهد خاصی باید به حزب سپرد، یا مثلا سطح معینی از سواد سیاسی و تئوریک لازمه، یا برای شرایط ویژه‌ای باید فرد داشته باشه تا بتونه به حزب کمونیست کارگر ایران بپیونده؟ به نظر من شرایط خیلی ویژه‌ای نمیخواد. کسی که فکر میکنه این حزب داره حرفای دلشو بیان میکنه، معنیش اینه که اونقدر آگاهی پیدا کرده که میخواد عضو این حزب بشه. همین کافیه. حتی اگر برنامه یک دنیای بهتر که برنامه این حزبه که میگه ما بیام سر کار چه کار میکنیم، چه نظامی میاد سر کار، حتی اگر اونو نخونده باشه، اگر نشریات حزب نخونده باشه، اگر اعلامیه و کتابای حزب نخونده باشه، با این حال فکر کنه این حزب به نظر میاد داره حرف دل منو میزنه، ای کاش اینا بیان رو کار، ای کاش حرفایی که اینا میگن پیاده بشه، به نظر من عضو حزبه کسی که اینجور فکر میکنه، به همین سادگی. بنابراین حزب اتفاقا اکثریت عظیم مردمی که خیلیشون از سواد محرومن، خیلیشون تحصیلات پایینی دارن، ولی تحصیلات پایین باعث نمیشه مردم آرزوهای خودشون گم کنن، سطح سواد پایین باعث نمیشه مردم فکر کنن خب استثمار چقدرم خوبه، سرکوب چقدرم خوبه، نابرابری چقدرم خوبه. نظر من مردم زحمتکش، مردم شریف، همه مردم شرافتمند ایران، همه مردمی که خوشبختی همه رو میخوان و رفاه و آزادی میخوان، به نظر من خود به خود عضو این حزب. کسی که فکر میکنه این حزب بهش نزدیکه، به قلبش نزدیکه، به نظر من عضو حزبه. بنابراین هیچ تعهد ویژه‌ای نمیخواد. طبعا کسی که میخواد عضو حزب بشه لابد فکر میکنه میخواد به این حزب کمک کنه. حالا میرسیم در مورد چه کارهایی میتونه بکنه واسه کمک کردن به این حزب، ولی تا اونجایی که مربوط تعهده، به ویژه در ایران تعهد ویژه‌ای نیست. در خارج خب هر ماه باید یه مبلغی هم به عنوان حق عضویت بده، تازه تو خارج هم اون که پناهنده است نداره، یا تخفیف براش قائل میشیم یا مدتی معاف میشه، ولی تو داخل بالاخره شرایط سخت‌تره. و در نتیجه کسی که فکر میکنه تو آرزوها، امیال و خواستایی که این حزب میگه شریکه، احساس میکنه مال خودشه، به نظر ما میتونه عضو حزب باشه و ما فکر میکنیم عضو حزب هست. حزب کمونیست کارگری ایران یک پسوند کارگری داره و به هر حال به نوعی متمایز میشه از سایر احزابی که به خودشون کمونیست میگن. دلیل خاصی داره این اسم؟ یعنی باید کارگر بود و به این حزب پیوست، یا این حزب حزب کارگران است و نه حزب اقشار عمومی جامعه؟ دلیلش چیه پسوند کارگری که به حزب کمونیست الحاق شده؟ ببینید قدیما معمولا به احزاب کمونیست میگفتن احزاب کمونیست، یه دوره‌ای بود میگفتن احزاب سوسیال دموکرات، یه احزاب سوسیالیست، ولی یه موقع احزاب خیلی به دلیل اینکه سوسیالیست خیلی خوشنام بود و فلان، خیلی که اهداف دیگه ای داشتن رفتن اسم خودشون یه پسوند سوسیالیسم یه جوری به خودشون اضافه کردن، و یه موقع کمونیستا دیدن باید اسمشون یه اسم دیگه بذارن که وجه ممیزه و وجه مشخصه خودشون باشه، رفتن اسمشون گذاشتن احزاب کمونیست. کمونیست یعنی مرام اشتراکی در واقع، یعنی معنیش همون چیزی که توضیح دادم، یعنی برابری، یعنی استثمار نباشه، یعنی همه برابر باشن، زندگی مشترکی داشته باشن. تو قرن 20 متاسفانه بعد از شکست انقلاب روسیه
اسم کمونیسم هم خراب شد. یعنی خیلی از احزابی که ربطی واقعا به آزادی کارگر، آزادی مردم، رفاه مردم نداشتن، اسامیشون به دلیل محبوبیتی که کمونیسم در میان مردم تو دنیا پیدا کرده بود اسم خودشون رو کمونیست گذاشتن. در نتیجه ما فکر کردیم خب مثل 100 سال پیش که کمونیستای اون دوره مجبور شدن سوسیالیسم رو بزنن کنار، اسمش خودشون بذارن کمونیسم، کمونیست، ما فکر کردیم واسه این که معلوم باشه ما از اون کمونیستای نوع روسی که یه سرمایه‌داری دولتی رو به خورد مردم دادن بعد از لنین، بعد از شکست انقلاب اکتبر، و در واقع این اسمو بدنام کردن، یا اون چیزی که تو چین با یه عده میگن کمونیست که اونم یه سرمایه‌داری یه نوع دیگه است که پدر مردم و پدر کارگر زحمتکش داره در میاره و این اسمو خراب کردن، ما هم فکر کردیم اسم خودمونو بذاریم اسم حزب کمونیست کارگری که معلوم باشه اولا متفاوتیم با اونا، دوم اینکه پایگاه و خواستگاه اساسی ما کارگریه، به این معنا که ما فکر میکنیم در این حال کارگری که بنیانهای در واقع این حزب رو میسازه یه برنامه کارگری هست، اساسا واسه طبقه کارگری که نیروی اصلی و ستون فقرات مقابله با استثمار، سرمایه‌داری، کار مزدی و رسیدن به یه جامعه سوسیالیستیه. بدنش خب طبیعیه که این حزب حزب کارگراست در درجه اول، ولی حزبیه که برانی اسمو گذاشتن رو خودمون، ولی معنیش این نیست که این حزب معلم نیست، معلم هم کارگرن به نظر ما، پرستارام کارگرن، کارمندای فقیر و زحمتکش هم یعنی کارگرن، به اضافه این کارگر هم نباشن. اگر رفاه و خوشبختی میخوان، برنامه این حزب برنامه طبقه کارگر برای جلوگیری لغو استثمار و برابری. بنابراین همه مردم زحمتکش توی آرمانا و اهداف میتونن شریک باشن و خیلی شما هستن. در نتیجه ما اگه کسی عضو حزب میخواد بشه نمیگیم شما چون تو کارخونه کار نمیکنیم عضو حزب نیست. زن خانه‌داره، معلمه، بازنشسته است، جوان بیکار، دانشجو، پرستار، کارمند شرکت مخابراته، ولی فکر میکنه که برابری میخواد. این نابرابری ها رو، این مفخوری ها رو، یه اقلیت میلیارده رو، یه اکثریت محروم رو قبول نداره، زندان و شکنجه و سرکوب رو قبول نداره، میگه زن باید مثل انسان زندگی کنه. به خیلی ها امروز اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن حکومت مذهبی نمیخوام، فکر میکنن مذهب خرافه است، عقب مونده است. همه اینا میتونن عضو حزب باشن. بنابراین حزب کمونیست کارگری به این معنا تفکیکی قائل نمیشه در موقع عضوگیری، نه به اصطلاح پرسشنامه‌های ویژه‌ای میده که سوالات شخصی و خصوصی ویژه‌ای بکنه که ببینه تای دلشون مردم چی فکر میکنن چی فکر نمیکنن، و نمیپرسه شغل چیه. اگر توی اهداف خودش شریک میدونه میگه شما عضو حزب و استقبال میکنه از عضویت اونا. شما اشاره کردید به به اهمیت دادن به پیوستن زنان به حزب کمونیست کارگری. این در بسیاری از برنامه‌های تبلیغی حزب کمونیست کارگری، در برنامه‌های زنده تلویزیون هم منعکس میشه. چه اهمیتی داره پیوستن زنان به این حزب؟ ببینید، این حزب همه است، حزب جنسیت خاصی نیست، حزب نژاد خاصی نیست، حزب ملیت خاصی نیست، حزب همه اونایی که میخوان این جامعه عوض بشه، یه جامعه انسانی، یه حکومت انسانی، یه نظام انسانی سر کار بیاد. ولی در این حال زنها خیلی محروم بودن، خیلی تو سرشون زدن، تو سر همه مردم زدن، البته مرد و زن، تو سر اون اکثریت عظیم مردم زدن، ولی زنها به ویژه مورد ستم بیشتری قرار گرفتن. حتی تو خانواده‌های کارگر زحمتکش همون تفکرات مفتخورای حاکم بعضن حاکمه، رفتار نابرابر، تحقیرآمیز، زن رو به بازی نگیرن، قبول نکنن، شخصیت براش قائل نباشن، به تصمیمش احترام نذارن، فکر کنن کارش جاش تو آشپزخونه و رفت و روب و شستن و پختن و بچه نگهداری کردن هست. حزب کمونیست کارگری یکی از اهدافش از بین بردن همین وضعیت هم هست، میگه زن و مرد برابرن، و درنچه میخواد به طور ویژه تاکید میکنه رو عضویت زن تو حزب، چون میخواد در این حال بگه حرمت دارین مثل مردا. در این حال خیلی از زنها پیشروترن به یه معنا، تو همین انقلاب دیدیم چه نقش مهمی دارن، چون مورد انواع ستمهای مضاعف هم هستن، ستم بیشتری در واقع بهشون میشه، تحقیر بیشتری میشن، صبح تا شب، از صبح که پا میشن تا موقعی که میرن میخوابن همینجور احساس حقارت میکنن، و در نتیجه حزب برای شخصیت دادن به اونا
و به ویژه تاکید میکنه روی مسئله و میخواد بگه که شما هم جاتون توی این حزب اون خرافات رو بذارین کنار، به خود بیاین، واسه خودتون شخصیت قائل بشین. در این حال این ندایی به کارگرا، به مردم محرومی که تحت تاثیر وزن این تفکرات عقب افتادن، که بگه این تفکرات علیه شماست. این تفکر همون قش مفتخور و انگل و آیت الله و سرمایه‌داراست که تو خونه های شما متاسفانه رسوخ کرده، که رفتار نابرابر و تحقیرآمیزی با زن دارین. بذارین کنار، زن و مرد باید برابر باشن. زن هم شخصیت داره، زن هم قدرت تشخیص داره، زن هم آزادی میخواد، رفاه میخواد، برابری میخواد، عدالت میخواد. بنابراین ما به طور ویژه دائم تاکید میکنیم و از جمله در این حال فکر میکنیم تمام زنها، هم از زن کارگر یا غیر کارگر که فکر میکنه برابری میخواد، نابرابری نمیخواد، حقوق خودشو میخواد، فکر میکنیم این حزبه که به طور واقعی این حقوق رو برمیگردونه به زن، برمیگردونه به جامعه. و در نتیجه فکر میکنیم هر کس که برابری زن و مردم میخواد، هر زنی که فقط حتی امرش هم هیچ چیز دیگه هم نمیخواد ولی میخواد زن و مرد برابر باشن، میگم اگه میخوای این متحقق بشی، این حزبه که میتونه متحقق کنه. این حزب دشمن هر گونه تبعیض و نابرابریه، دشمن آشتی ناپذیر هر گونه نابرابریه، و بنابراین جاتون تو این حزبه. برای افرادی که به عضویت حزب کمونیست کارگری در میان، آیا شما وظیفه خاصی در داخل، مشخصا سوال من هست، وظیفه خاصی تعیین میکنید یا به هر حال برنامه خاصی به اونا میدید؟ چه کار میکنید؟ به نظر من بستگی داره به علاقه آدم ها، بستگی داره به آمادگیشون، به وقتشون، به امکاناتشون، به تواناییشون. در نتیجه خودشون انتخاب میکنن. ما دائم اهدافمونو میگیم، کارا رو میگیم، مردم متناسب با علاقهشون، آمادگیشون، امکاناتشون، اینکه چند نفر هستن، دور هم هستن، نیستن، متناسب با اون این دستور رو، این به اصطلاح وظایف رو، هر بخشش که تونستن، هر مقدار که خواستن، هر مقدار که مایل بودن، میرن عمل میکنن. و کسی که این حزب دوست داره حتما میره تبلیغ میکنه واسش. میره میگه به همسایش، میگه به همسرش، میگه به خواهرش، میگه به همکارش، میگه میگه این حزب مال شما هم هست، این حزب حزب خوبیه، این حزب حزب ماست. به نظر من کسی که این کارو بکنه یکی از مهمترین وظایف خودش انجام داده. اگه کسی فقط همین کارو بکنه کافیه. ولی طبعا حزب انتظار داره که مردم کار بیشتری بکنن. و این انگیزه تو مردم هست. مردمی که تب میسوزن تو در واقع برای عدالت، میسوزن برای رهایی، میسوزن برای اینکه این زندگی جهنمی و تحقیری که میشن رو عوض بکنن، به نظر من انگیزه خیلی زیادی هم دارن که هر نوع فداکاری و هر نوع تلاشی رو برای رفاه خودشون، برای رهایی خودشون، برای آزادی خودشون بکنن. و اگه واقعا یه موقع به این نتیجه هستن که این حزب با گوشت و پوست به این نتیجه هستن که این حزب مال اوناست، صرف نظر از اینکه اعتقادات مذهبی دارن یا ندارن، صرف نظر از اینکه همینجور گفتم سواد خاصی دارن یا ندارن، ولی فکر میکنن این حزب نجاتشون میده، اون آدما طبعا خیلی حاضرن کارهای زیادی بکنن واسه این حزب. این حزب باید نشریاتش، اعلامیه‌هاش، کتاباش همه جا پخش بشه. خب یه عده امکان داره از طریق اینترنت بگیرن یا از دوستاشون بگیرن به دیگرون بدن، اگه میتونن کپی کنن، تکثیر کنن، چاپ کنن، تو جامعه پخش کنن. اگه میتونن برن شعاری، اون شعاری که حزب میگه، رو در و دیوار جایی بنویسن. اگه میتونن برن 4 نفر دیگرون طرفدار این حزب بکنن، جایی که میتونن برن بگن این چیزایی که میبینید صبح تا شب آخوند و نمیدونم آیت الله و اینور و اونور دارن تبلیغ میکنن، همش خرافه است، همش دروغه، همش واسه کلاسر من تو گذاشتنه، کمونیسم راه نجات ماست. خب این مهمترین وظیفه است. به نظر من یه عضو حزب باید فکر کنه که من توی این کوچه‌ام، توی این کارخونه‌ام، توی این مدرسه، توی این اداره، توی این محله چیکار بکنم که تعداد بیشتری طرفدار این حزب باشم. مهم نیست، بالاخره شما 100 تا، هر آدم شریفی تو این جامعه حداقل 100 تا دوست مورد اعتماد داره که دارن حرف میزنن، دارن صبح تا شب علیه رژیم هر چی میرسن با هم دیگه میگن. خب یه کار مهمشون هم این باید باشه که بگن راه نجات ما با پیوستن به این حزبه، بگن ای کاش این حزب بیاد سر کار، و در نتیجه همین برن تبلیغ کنن. من تا همینجور گفتم درست کردن به اصطلاح خودشونو تکثیر بکنن، خودشونو زیاد بکنن، دیگرانو طرفدار این حزب بکنن،
اگه کسی میبینن مخالف حزب، مخالف کمونیسم، باش صحبت بکنن، بگن فریب خوردی عزیز من، دوستان صمیمانه راه نجات رو به هم طبقه یا و بقیه دوستا و آشناهاشون و همزنجیراشون هم بگن. و بعد از مدت میبینن اگه یه نفر بودن، اگه دو نفر بودن، الان 10 نفرن، الان 20 نفرن. و به شدت جامعه مستعد تبلیغات کمونیستی امروز، چون این همه نابرابری و فقر و محرومیتی که میبینه و برنامه این حزب که میبینه، مردم خیلی خوشحال میشن، امید پیدا میکنن و در نتیجه خیلی مستعد زمینه. باید رفت تبلیغ کرد، باید رفت این بذر رو همه جا پاشید و حاصلش هم درو کرد. در نتیجه خب خیلی مهمه که یه عضو حزب فکر کنه که من میرم تو محله خودمون یه حوزه حزب، جمعا 5 نفر 10 نفر دیگه رو مثل خودم میکنم، میشینیم گاهی صحبت میکنیم، بحث میکنیم، میگیم چه کارایی بکنیم، یک کارای بین هم دیگه تقسیم میکنیم، یکی این کارو میکنه، یکی یه کار دیگه میکنه، و اون وقت اگه 10 تا شدیم، 5 تا شدیم، این 10 تا به سرعت زیاد و زیادتر میشن، میشه 20 و 30 و 50 تا، کم کم میبینیم 10 تا 20 جمع 10 نفره و 20 نفره تو محله است، و میریم افکار مردم تو محله عوض میکنیم، اتحاد بین مردم ایجاد میکنیم، خرافه ها رو از بین میبریم، رفاقت بین مردم ایجاد میکنیم، رفتار مردم رو با زن و با بچه هاشون انسانی تر میکنیم، خرافات رو باش مبارزه میکنیم. با همه بالاخره اینا کارهاییه که بنابراین هر آدمی خانه‌داره، 70 سالشه، 30 سالشه، دانشجوه، بیکاره، شاغله، بالاخره از پس این کارا برمیان. همه مردم توی جنبه از این وظایف در واقع از پس اینا برمیان. و همینجور گفتم کارهای متعددیه و طبعا اگه گروه جمعی درست کردن کم کم، خب هزار کار دیگه هم میتونن بکنن و طبعا در تماسای نزدیکی که با ما دارن راهنمایی خیلی بیشتری هم میتونیم بکنیم. اصغر کریمی، 3 دقیقه به پایان مصاحبه ما باقی است و منم سوالات زیادی مونده که ازتون بپرسم، اما تماس با حزب به چه ترتیب خواهد بود؟ در خارج از کشور آدرس های زیادی هست که میشه به هر حال افراد علاقمند با این از طریق این آدرس ها با حزب کمونیست کارگری تماس بگیرن، اما در داخل با توجه به فشار امنیتی و پلیسی چطور میشه با حزب تماس گرفت؟ چطور میشه مطمئن شد اون کانالی که فرد تماس گرفته یه کانال صحیحه و مشکلات خاصی برای فرد ایجاد نمیکنه؟ و از همه مهمتر اگه کسی واقعا نتونست تماس بگیره اون وقت چی؟ علارغم اینکه حزب رو به عنوان حزب خودش انتخاب کرده. ببینین تمام در خارج همینجور گفتین ساده است، در داخل میتونن با شماره تلفن کمیته سازمانده حزب که الان اینجا اعلام میکنم، امیدوارم رو صفحه تلویزیون هم بذارین، بله مردم میتونن تماس بگیرن. این تلفن مطمئنی است، 2044 777 98 98 968. خانم شهلا دانشور میتونن تماس بگیرن، همین کافیه. اگر احیانا این تلفن رو یه جایی نداشتن، تلویزیون دائم شماره تلفن اعلام میکنه، تو سایت های حزب، تو نشریات حزب کمونیست کارگری این شماره هست، در نتیجه میشه راحت مورد اعتماد تماس بگیرن. به اضافه این که اگر هم نتونستن تماس بگیرن، خیلی مهمه که تماس بگیرن، راهنمایی بکنیم و بدونیم نیروی ما کجان. ولی هر کم نتونست تماس بگیره، همینجور گفتم میلیون ها نفر که فکر میکنن آرمان ها و این آرزو ها مال اونام هست، توش شریکن، عضومان، حتی اگر نتونن تماس بگیرن، ولی فوق العاده مهمه که تماس هم بگیرن. خب به هر حال چه در تماس بودن با حزب و چه کسی که فرد خودش رو متعلق به حزب کمونیست کارگری ایران میدونه، خب شما چه کار باید بکنه اون عضو؟ چه کاری هست که خودش مثلا حزب رو تقویت کنه یا کلا انتظاراتی که شما از اعضا دوستان؟ و ببینین مهمترین مسئله اینه که تو سر مردم زدن، گفتن شما شخصیت ندارین، کاری نیستین، فقط مفخورا هستن که تصمیم میگیرن، فقط صاحبان سرمایه ها هستن که شخصیت دارن، آدمن، تصمیم میگیرن، اهمیت و ارزشی واسه مردم زحمتکش قائل نشدن. و در نتیجه سعی میکنن به مردم بگن این احزاب رو ول کنین، جای شما این کارا نیست، فعالیت سیاسی به درد شما نمیخوره. صبح تا شب تمام تبلیغات اونا اینه. و در نتیجه اولین موضوع اینه که ما بزنیم زیر همه این چیزا، همینجور که این حکومت و این نظام و این نابرابری و این جهنم رو قبول نداریم، باید این تفکرها رو بزنیم زیر. بدونیم این تفکرهایی که خیلیش تو خانواده ما هست مال طبقه مفتخوره که به دلیل اینکه حاکم بودن تفکرشون رو حاکم کردن. بزنیم زیر این زیراب این تفکرها و این افکار ارتجایی رو بیرون کنیم، از دوستامون بیرون کنیم. بنابراین مهمترین مسئله راستش اینه، تصمیم بگیریم، فکر کنیم شخصیت داریم، فکر کنیم میخوایم نجات پیدا بکنیم، فکر کنیم میخوایم آقای جامعه باشیم،
فکر کنیم ما داریم کار میکنیم خودمون میخوام صاحب این جامعه شیم، ما داریم کار میکنیم خودمون میخوام تصمیم بگیریم چه جوری این جامعه بچرخه، و مردم کارگر و زحمتکش و شریف با صلاحیت ترین آدما واسه این که حکومت کنن، رأی بگیرن، تصمیم بگیرن، توی احزاب باشن، دخالت بکنن. بنابراین مهمترین مسئله، اگه آخرین در واقع نکته من که وقتم تموم شد، اینه که مردم فکر کنن میخوان نجات پیدا کنن و فکر کنن میخوان شخصیت جدیدی پیدا بکنن، در نتیجه گوش ندن به اون حرفا، خودشونو وارد سیاست درستی بکنن که سیاست کمونیستیه، فکر کنن کمونیسم راه نجاتشونه، یه عده دروغ گفتن. و آدمایی که میخوان تصمیم بگیرن نجات بدن خودشونو، مهمترین مسئله اینه که افکار و مرام و راه‌های درست مبارزه و حزبی که در واقع این راه رو داره مطرح میکنه و خانه نجات و راههای مردمه، اون حزب رو هم انتخاب کنن. این مهمترین کاریه که در واقع مردم برای تقویت این حزب باید بکنن. و همینجور گفتم خیلی کاراست که مردم میتونن بکنن، مهم تصمیمشونه که بگن ما از امروز با این حزبیم و میریم در میان دیگرون هم این حزب رو ترویج میکنیم، تبلیغ میکنیم، گسترشش میدیم. سپاسگزارم اسخر کریمی از شرکتتون در این برنامه، آرزوی موفقیت دارم براتون. خیلی ممنونم، متشکرم. عزیزانم با بهترین درودها از خدمتون مرخص میشم تا برنامه دیگه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.